به بخش ورزشی خوش آمدید. نمنی ها چالش جدی در برابر کنوردان هرات است. شماری از این کنوردان میگویند به دلیل نمنی ها نمی توانند تا برای تمرین به کوه های دور از شهر بروند. آنان از دولت می خواهند در این مورد آنان را کمک کند. کنوردی یکی از رشته های پرطرفدار در هرات است و علاقمندان زیادی دارد. همکارم فرهاد توحید در این مورد گزارش می دهد. کوهنوردی یکی از رشته های برتر ورزشی می باشد که به دور از هیاهو و سر و صدای جوامع شهری به انسان می آموزد که در محیط پاک، سرسخت و زیبای کوهستان چگونه پرورش یافته و زندگی کند. در این ورزش است که انسان به معنای واقعی از خودگذشتگی، ایثار جوانمردی، اتکا به نفس، پرورش توان مدیریت بر خود و خانواده و گروه و اجتماع را فرا می گیرد. وقتی کوهنوردی میکنین حس میکنین تمام استرس هایی که در جریان فعالیت های روزانه ما هست از بین میره و احساس میکنین با یک زندگی جدیدی فعالیت ها خود آغاز میکنین. و کوهنوردی با ورزش ها دیگه تفاوت این است که در این رقابت نیست، بیشتر رفاقت با هم، صمیمیت دوستی. طور مثال اگر ما هیچی با هم نداشته باشیم، یک سیبر بین تمام اعضا میشینین و تقسیم میکنین و هم میخورین. خود می یک نشاط میده، یک نوع دوستیه. و بله، همچنین واقعیت از وقتی که ما کوهنوردی شروع کردم اعتماد به نفس می زیاد شده. کوهنوردی یک ورزشی است که به نوعی می شود گفت که ابزار و وسیله اش طبیعت که همان کوه و قلل کوه هاست می باشد. از این رو کوهنوردان هرات به خاطر ناامنی های به وجود آمده در کشور و ولایات نتوانستند در طی 2 سال گذشته به درستی تمرینات خیش را ادامه دهند. لازمه ورزش کوهنوردی کوهستان هست، کوهستان های مرتفع که ما متاسفانه در نزدیکی هرات همچنان کوه های نداریم. کوه هایی که ما داریم، یک ملا ناسپنج که در 35 کیلومتری قرار داره، یک کوه دوشاخه، کوه چلمستان رباط پیه که در حدود 45 کیلومتری شهر قرار داره که در اواخر به خاطر شرایط بد امنیتی ما توانایی نداشتیم که به این کوه سفر کنیم و این کوه را صعود کنیم. کوهنوردی در سال 1384 در هرات تأسیس شد که تاکنون در این فدراسیون کوهنوردان در دو رشته کوهنوردی و صخره تمریناتشان را به پیش میبرند. کوههای معروف و مرتفع برای کوهنوردی و کوهپیمایی در هرات، کوههای ملاناسپنج، دوشاخ، چلمستان، رباطپی و کوههای سمت شمال این ولایت گفته شده است.